خب بریم سراغ میهمان ما. بله حتما. میخوام معرفیش کنی. بله. جناب دکتر عبدالرضا نوروزی چاکولی. درست میگم؟ بله درست. من میترسیدم اشتباه بخونم دوباره. کلی بار تلفظ رو من تمرین کردم. میگم هر چیزی که میترسه ازش سرش میاد. صبحتون بخیر. درست فرمودید. صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و سرکار خانم و بینندگان عزیز. امیدوار هستم که صحبت های امروز بتونه مفید باشه. ان شاء الله. خیلی متشکرم. این کبوترمون هم وای دکتر شما ازش دیدین که امروز میاد میره. یه کبوتر گیر کرده تو برج میلاد. نمیدونم چگونه میتونیم کمکش کنیم. کلا این چند روز با ما هستش. آقای دکتر برای عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد هستن و اینکه امروز قرار هستش که با ایشون درباره علم سنجی صحبت کنیم. بله علم سنجی رو اول آقای دکتر معرفی بکنین. شاید خیلی ها مثل من اطلاعات خیلی زیادی در مورد این رشته نداشته باشن و اینکه چقدر به توسعه دانش و کمک به زیرساخت‌های علمی کشور میتونه کمک بکنه و اینکه چقدر میتونه موجب توسعه بشه. بله سوال خوبیه. هرچند ما قبلا برنامه‌های مختلفی داشتیم در تلویزیون در رابطه با معرفی علم سنجی، ولی بازم جا داره که ما صحبت کنیم، چون همیشه بالاخره دوستان جدیدتری هستن که علاقمند هستن مطلع بشن. علم سنجی حوزه‌ای است که از طریق مطالعه‌ای که رو علم و فناوری انجام میده سعی میکنه رصد کنه علم و فناوری رو به منظور در واقع شناسایی بهترین مسیرها و بهترین و با کیفیت ترین و با نفوذ ترین افراد و کشورها و سازمانها، تا اینکه هم ما بهترین مسیرها رو ترسیم کنیم و هم بهترین داشته ها برای حرکت در اون مسیرها رو در واقع ازشون استفاده بکنیم. رصد کردن وضعیت علمی خودمون و رقبا و همچنین کشورهای توسعه یافته بخشی از وظایف حوزه علم سنجی است. در مجموع هر کاری که علم سنجی انجام میده با هدف این هدف انجام میده که در مجموع بتونه منجر به اتخاذ بهترین سیاست ها و برنامه ها در حوزه علم و فناوری بشه. اگر یک کشوری یک دانشگاهی بخواد برنامه ریزی درستی داشته باشه، اولویت بندی پژوهشی درستی انجام بده و مسیرهایی که براش بهترین مسیر هست و افراد و پتانسیل هایی که براش بهترین هستن رو شناسایی بکنه و تو راستا گام برداره، بدون تکیه بر علم سنجی عملا قادر به این کار نیست. چه چیز رو و چگونه میسنجی یک علم سنجی؟ علم سنجی مجموعی از چیزها رو در کنار هم در واقع در نظر میگیره، از مقالات گرفته، استنادها گرفته تا پتنت ها تا فعالیت هایی که تو فناوری در واقع انجام میشه، همه اینا رو در کنار هم در واقع در نظر میگیره و در مجموع نشون میده که ما کدوم عرصه در واقع چه فعالیت هایی داشتیم. اون چیزی که درست هست تو علم سنجی ما باید ازش غافل نشیم اینه که ما وقتی که ارزیابی میکنیم وضعیت خودمون رو، ما باید مجموعی از چیزها رو ببینیم که ما اصطلاحا بهش میگیم مالتیپل ایندیکیتورز یا شاخص های چندگانه، که ما فقط مثلا بر اساس تعداد مقالات ما نمیتونیم ارزیابی خوبی داشته باشیم از خودمون و بگیم که بله بگیم که مثلا ما چون وضعیت مقالاتمون الان اینجوری هستش پس حتما توسعه پیدا کردیم تو این زمینه. بنابراین من دقیقاً آقای دکتر بله. پشت سر شما دقیقاً بله. کاش که دوربین میتونستیم اینور داشته باشیم، نمیتونیم، خیلی جا باریک، ولی شما میبینید خب دانشگاه رو یکی از دانشگاه‌های بسیار پر مقاله ایران بله. زمین رو من دارم میبینم بگید بله. تا بعد مصداق بعدی شما ساتون میگید. خب حالا مقاله جایگاه خودش رو داره، من منظورم این نیست که مقاله رو نفی میکنیم، ولی تنها آن به عنوان شاخص توسعه محسوب نمیشه. ضمن اینکه مقالات هم ویژگی های خاصی باید داشته باشه. یعنی ما مثلا فرض فهمید که کشوری ممکنه باشه که تعداد مقالات یا رشد علمیش خیلی بالا باشه، ولی ببینیم که تأثیری رو جامعه اونجوری که انتظار میره نداره. علتش خیلی مواقع در واقع پاسخش رو ما داریم، ما میدونیم که چیه، به خاطر اینکه اون تعدادی از مقالاتی که هی رشد پیدا میکنه اینا در واقع بخش اندکیش مقالای با کیفیت هستن، مقالای هستن که اصلا باید تو اون حوزه هایی کار شدن که باید کار میشدن. ما وقتی که مثلا بریم کار، اولا اصلا مقاله حتی با کیفیت رو در موضوعهایی کار بکنیم، در حوزه هایی کار بکنیم که جز اولویت های ما نیست، خب مسلمان تاثیر کمی روی ما داره. ما از نظر کمی که مقاله بله. خوب داریم دارید میکنیم درسته؟ یعنی بله. بحث ما اینجا سر اینه که داریم بله. مقایسه میکنیم بله. کیفیت نمودار رشد کیفی بله. مقالاتمونو با کمیش بله. درسته؟ درست. نتیجه چه هست؟ چون که علم سنجی دید در کشورمون
همینطور که میفرمایید بله ما تعداد مقالاتمون بالاست. ما الان مثلا حدودا سال قبل 52,000 تا مقاله ما در همین آیس‌های داشتیم. البته آیس‌های هم که الان اسمش عوض شده و در واقع به یه مؤسسه دیگه واگذار شده، ولی خب همچنان این بحث آیس‌های رو استفاده میشه به صورت عرفی. ولی چقدر از این مقاله ها در مجلات تاپ منتشر شدن؟ آمارا یه چیزی حدود مثلا 10,000 تا توی کیو یک ها هستش، 9,000 خورده، و اگه با کیو دو اینا ترجمه حساب کنیم دیگه خیلی خوشبینانه 40-45% در مجله‌هایی هستن که در واقع ما میتونیم بگیم که اثرگذارن. این یک بحث. یه بحث دیگه اینه که مجله معتبری که بهشون ارجاع میشه. یه بحث دیگه اینه که اصلا مقاله باید حاصل پژوهش باشه. پژوهش من یه مقالاتی داشتم رو قبلا منتشر کردم تحت عنوان شبه پژوهش ها، حلقه مفقوده پژوهش. اتفاقا اینا هم در روزنامه منتشر کردم که سطح مطالعه زیادی رو در واقع داشته باشن این مقاله ها، همه بخونن، اطلاع رسانی جمعی بله. داشته بله. باشن بله، یعنی به صورت ترویجی نوشتم که همه بخونن، هرچند به صورت پژوهشیش هم هستش توی مجلات. ولی دکتر اصلا اگه بخوام اینو بگم مقاله به هر حال بحث بله. خیلی متولی است و بله. به این راحتی به نتیجه بله. نمیرسه. من تا چون الان بحث اصلی برنامه ما علم بله. سنجی هست، بیام روی سایر بله. شاخص ها صحبت بله. بکنیم، مثل دانشگاه ها، مثل پیشرفت های علمی، اینها رو شما به چه شکلی میسنجین و بعد در سطح منطقه ما در چه منطقه در چه موقعیتی قرار داریم، ضمن اینکه رتبه علمی ما یک رتبه بالاتر رفته، حالا همه اینها رو با چه شاخص های شما میسنجین؟ ببینید مراکز زیادی وجود دارن که خب به دانشگاه ها رو ارزیابی میکنن. دانشگاه ها بر مبنای خیلی چیزا ارزیابی میشه، از وبسایت های دانشگاه ها گرفته ارزیابی میشه تا مقاله ها و استناد ها و تعداد دانشمندان برتر. و دقیقا ما باید بدونیم که هر کدوم از این ارزیابی ها که ما درش یه رتبه قرار میگیریم در چه معنی برای ما داره. مثلا ما اگر دانشگاه همون توی وبومتریکس مثلا در این تعداد دانشگاه همون رتبه خوبی بیارن، یعنی وبسایت های دانشگاه همون خوب دارن کار میکنن. اگر در تایمز مثلا ما رتبه خوبی بیاریم یه معنی دیگه داره، چون شاخص هایی که تو تایمز هست خیلی شون در نهایت به مقاله هامون مرتبطه، حتی استادهای برترمون. خب مقاله ها در واقع کل مقاله ها یه امتیازی داره، سنجش میشه این که مقاله های با کیفیت باز امتیاز ویژه داره. اینا نکاتی است که ما باید در نظر داشته باشیم. مثلا شما بفرمایید، فرض بفرمایید که سهم دانشمندان ما در مثلا 1% دانشمندان برتر جهان، این در واقع فاکتور خیلی مهمه، کشورها اینا رو با هم مقایسه میکنن. ببینید واقعا ما اگر بخوایم خودمون رو کمک بکنیم که خودمون رو بهتر بشناسیم و ببینیم که در چه زمینهای پتانسیل داریم، باید توانمندی هامون رو در واقع دنبال کنیم که پیدا بکنیم، و فقط بر اساس آمارهای کمی که کل کارها رو با در واقع به صورت درهم بدون در نظر گرفتن کیفیت در نظر میگیره ما رو به جایی نمیبره. ما باید حتما بدونیم که تو چه زمینه‌هایی و اون زمینه‌های مهم برای ما چه کارهایی با کیفیت و خوبی رو انجام دادیم و آیا اون کارها در واقع چجوری به ثمر نشسته. به هر حال من فکر میکنم که خیلی چیزا تو این عامل در عوامل تو این زمینه دخیل دیگه، از بودجه گرفته تا قوانین و مقررات ما، سیاست ها. مثلا فرض بفرمایید که ما وقتی که دانشجو جذب میکنیم در یه دانشگاهی، باید تعداد هیئت علمی هامون تناسب داشته باشه با تعداد دانشجو. نمیشه که ما مثلا بریم 20 تا دانشجوی دکتری جذب کنیم با یک یا دو تا هیئت علمی، که خب اصلا سوال هست که اصلا 20 تا موضوع پایان نامه در سطح دکتری وجود داره همزمان در یه جایی که بعد اونم تازه با دو تا هیئت علمی، ولی خب عملا داره انجام میشه. و حالا امسال یه ذره انقباضی تر بوده، ولی واقعا تو این سالهایی که بوده تعداد زیادی دانشجو ما جذب کردیم، با تناسب هیئت علمی رعایت نکردیم. خوشبختانه الان وزارت علوم برنامه‌ای داره برای ارزیابی دانشگاه ها که امیدوارم این به ثمر بشینه و اینو در واقع وارد گروه های آموزشی بشه. بحث قوانین و مقرراتمون هست که خب مقاله های اجباری، مثلا به دانشجو به اجبار ما میگیم تا فلان تاریخ شما باید حتما مقاله داشته باشی تا دفاع کنی. خب وقتی که این محدودیت هست، مقاله سیکل طبیعی داره، ما نمیتونیم مثلا به مجله اجبار کنیم که شما مثلا به ما
یه مجله تاپو اجبار کنیم که شما حتما 3 ماهه به من پذیرش بدید تا من میخوام دفاع کنم. خب اگه ما زیاد فشار بیاریم یه چیز دیگه اتفاق میفته. آب میبنده توش دیگه خودم. بله دیگه میره سراغ مجله های ضعیف‌تر. مثلا چه خیلی مستاق داریم میگه ماهیه میاد 1000 تا تخم میکنه هیچ خبردار نمیشه. مرغی یه تخم میذاره همه شهر خبر میکنه. قضیه مقاله نوشتن خیلی از دوستان هم به همین صورت است، یعنی اینکه هیچ پژوهشی انجام نمیشه، طرف از تو 45 تا مقاله فارسی و فارسی رایسا با سطح داستان میده بیرون، ولی یه کسی میره یک دانشمندی واقعا چندین و چند سال تحقیق و پژوهش میکنه، نتیجه اون میشه یک مقاله که اون مقاله به جاش ارزش آفرین هست، میتونه اقتصاد و علم و صنعت یک کشور و حتی دنیا بده. اصولا اصلا پژوهش باید مسئله محور باشه. پژوهشی که مسئله محور نباشه چیزی از توش در نمیاد و میشه همون شبه پژوهش. مسئله محور بودن پژوهش، پژوهش یک وجه اشتراکی بین تعاریفی که وجود داره برای پژوهش هستش که من همیشه اینو میپسندم و اینه که کار هدفمند و نظاممندی رو ما انجام میدیم برای پاسخگویی به یک مسئله، حالا یک یا چند مسئله. پژوهش یعنی ما اگر کاری رو انجام بدیم هدفمند و نظاممند باشه ولی برای پاسخگویی به مسئله نباشه، یا برای پاسخگویی به مسئله باشه نظاممند و هدفمند نباشه، اینا پژوهش نیستش. ما وقتی که اجبار کنیم که شما در زمان خاصی اگر نیاری دفاع نمی‌کنی یا نمره نمیگیری، خب طبیعتاً این دیگه اون مسئله محوری نیست، اون مسئله‌اش این نمره این بحثاست. یا مثلا فرض کنید به اعضای هیئت علمی ما بگیم که شما برای اینکه فرض کنید که همچین امتیازی رو کسب بکنی باید یک همچین کاری رو انجام بدید. واقعا معیارهای ارزیابی ما اتفاقا با دانشگاه‌های مختلف که نگاه می‌کنیم در سطح در واقع بین‌المللی، ارزیابی‌هایی که وجود دارن بیشتر رو مقاله‌های کیفیه نه تعداد مقاله‌ها. مثلا میگن به هیئت علمی میگن شما باید این کارها رو انجام بدید، مثلا از بلاز مقاله میگن شما مثلا باید 12 تا مقاله در طی 5 سال داشته باشید در دانشگاه‌های معتبر دنیا. خب این 12 تا مقاله با یه ویژگی کیفی خاص باید باشه. حالا این 200 تا مقاله داشته باشید اون ویژگی رو نداشته باشه تأثیر نداره و ما باید چیکار کنیم دکتر؟ بریم سر این آسیبه ببینیم چگونه حلش کنیم. واقعا شما خب تخصصتون اینه، ما مثلا بسیار دانشجو ارشد داریم میخواد بره دکترا بخونه، فقط میره همایشا حاضری میزنه، فقط مقاله مینویسه، تعداد جمع میکنه، امتیاز میگیره، بعد میره وارد دانشگاه هم میشه. از قضا همین آدم و آدم است که شاید از نظر عملی خیلی قوی نباشه ولی رتبه های خوبی هم میتونن در بخش تئوری بیارن. میدونین چی میگم؟ واسه همینه که شاید ما ورودی دکترامون و خروج دکترامون شاید از اون کیفیتی که پتانسیل مملکتمون هست بهره نمیبره. باید در یه جمله من اگه بخوام اینو بگم، چون واقعا میشه خیلی صحبت کرد، باید از آره داغ بزرگیه متخصصان علم سنجی توی همه قسمت‌ها توی در واقع دانشگاه تو آزمون دکترا مصاحبه دکترا استفاده کنیم، نه توی ارزیابی‌ها استفاده بشه. ارزیابی‌ها منجر به همون قوانین مقررات میشه. ببینید ما وقتی که مثلا ما داریم نتیجه پژوهش‌هایمون هست، متخصصان فارغ التحصیلانمون تو حوزه علم سنجی به تعداد کافی ما داریم که اینا میتونن کمک بکنن و نشون بدن که این مقالات با کیفیت چه بخشی از کل مقالاتمون رو نشون تشکیل میده. تو یه دانشگاه، دانشگاه به خوبی میتونه متوجه بشه که این مقالات چقدرش ساختگیه، چقدرش واقعا مقالات تاثیرگذار با کیفیت و رصد بکنه مسیرها رو، موضوعات رو. حتی ما تو بازنگری رشته ها هم میتونیم کمک بکنیم. ما میتونیم ببینیم که چه رشته هایی امروزه الان در واقع میتونه با نیازهای ما همخوانی داشته باشه، برنامه هایی رو که میریزیم با اونا مطابقت بدیم. و به هر حال اینا جایگاه خاصی در واقع توی سیاست گذاری داره. ضمن این که من یه نکته دیگه هم که هست، حالا مثلا دانشگاه ها الان متخصصان علم سنجی که استخدام میکنن یا مثلا وزارت خونه، ببخشید دکتر، چند وقته که این اتفاق داره میفته که متخصصان علم سنجی وارد دانشگاه شدن، وارد فضاهای آموزشی شدن و ارزیابی های علمی رو انجام میدن؟ بله، ببینید ما اولین دوره سال 90 بله سال 90 اولین دوره رشته ارشد علم سنجی در دانشگاه شاهد و همزمان در دانشگاه تهران راه اندازی شد و بعد از اون یک سال بعد دانشگاه یزد و بعدش هم در شیراز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بعدش هم توی چند سال اخیر دانشگاه پیام‌نور هم برگرفته. در واقع مخوام اینو اون جمله هم این بود که بین بعضی از سازمان‌ها یه مقدار هماهنگی لازمه. ما واقعا یه سیستم هستیم دیگه، یه نظام هستیم، یه نظام علمی و اجرایی هستیم. ما نمیتونیم به تنهایی فقط با درست کردن یه بخش انتظار داشته باشیم بخش های دیگه همون درست بشه. ما الان بحث اشتغال پست سازمانی که بخش
این واقع پست سازمانی مربوط به سازمان امور اداری استخدامی و وزارت امور کار امور اجتماعی. همون پست‌های قدیمی که بیشتر در خدمتتون باشه این فرصت برنامه به اتمام رسیده، چند ثانیه‌ای هم ازش گذشته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم توی فرصت دیگه بیشتر بتونیم واسه امیدوارم پیشرفت کنن، یه برچسب لنسنج داشته باشن بزنن رو افولوگرام یا مثلا بازمایش خون چه می‌دونم. فقط اگه یه جمله اجازه بدید بگم که متخصصان لنسنجی باید در واقع پست سازمانی براشون ایجاد بشه و در دانشگاه ها هم در واقع با پست خودشون کار بکنن. خیلی متشکرم، ممنونی، خدافظ.